سلام عرض میکنم. امروز میخوام ادامه بدم درس دیروز رو که درباره آهنگ جشن دلتنگی بود و اونو توی سعی کردیم فا مینور بخونیم، آکوردای تقریبا خوندنش رو در آوردیم، ولی میخواستم این مدام ملودیاش رو بتونه شو بدم چجوری میتونیم بزنید. یه ملودی اولش داره اینطوریه، واسهتون نوشتم ولی یه بار میگم، از دو به ری بمول، به دو به سی بمول، دوباره سی بمول، به لا بمول، به سی بمول، بعد فا سول به می، بعد فا سول فا می ری بمول می دو. دوباره میزنم، بزنیم ملودی اولش هست، بعد میگه از فا قسمت دوباره میزنه. میزنی از فا تون میزنم دیگه، این شد فا به سول به لا به مول به سول فا، بعد می بمول، این بالا میادم، از فا به سول به لا بمول به سول به فا به می بمول به ری بمول به دو، بعد سول به لا بمول به دو به لا بمول سول فا. این هم که این بعد میزنید تتن تن 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 فا مینوری تو رو. اون آهنگ بخونیم شب آغاز، اینو میخونید، بعد یه تیکه ملودی وسط داره اینطوریه، داره قشنگترم از این داره، شبیه همین، اونم میتونید اینو دیگه ننوشتم و
ولیکن این هم داشته باشیم. میتونم نشون بدم. رو میگم از دو به رو مول، دوباره دو سی به مول به دو، دوباره سی مول با سی به مول به دو، سی به مول به لا به مول، سی به مول لا به مول، لا به مول به سی به مول به لا به مول به سول، به ری به مول به دو، سی به مول لا به مول سول لا به مول به فا. خواستم بگم که من دیروز که گفتم با پنج آکورد، ولی یه آکورد دیگه هم لازم داشتیم که در حقیقت فا هفت بود. لا 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 اونجاش اینو یادم رفت بهتون بگم، ولی زدم نوشتمش، ولی گفتم پنج آکورد، همه شیش آکورد لازم دارید و همین هست. و امیدوارم که آهنگ خوبی باشه واسه یاد گرفتن. به نظر من واسه فراگیری فا مینور خیلی خوبه. فا مینور کی یا گام سختی هست نسبت به واسه گیتار، از اینه که خیلی ها میبینید تو می مینور میزنن یکی پو میزنن، ولی که برای که گیتاریست خوبی بشین به نظر من، مثلا اگه بخواین گیتار برقی بزنین که اصلا لازم دارید که همه کی ها رو بتونین بزنین، واسه این گیتاری مثلا اگه بخواین آواز فقط بخونین میتونین اصلا سه چهار جور یاد بگیرین با کی پو بزنین. مثلا من یه کلیسایی بود یه موقعی یه عده جمع می شدن، من مسیحی نبودم ولی اونا می رفتم اونجا، یه کتابی هم داشت، کتاب برای اینجا دارم اتباقا، همه آکوردها رو به صورت ساده نوشته، بعد مثلا یه کیپو رو بذاری روی پرده مثلا دوم، یا بذاری روی پرده چهارم مثلا سوم اینطوری، و خیلی آسون میکنه واسه جمعی که بخوام بزنم اونا اوکیه، ولی مثلا خواستین اگه یه حرف راک اند رول بزنید و مثلا جاز بزنید اینا که باید بلد باشید همه جو همه کیا رو بزنید. سر شما رو بیشتر در نمیارم، امیدوارم درس خوبی باشه. تا وعده بعد، خدا نگهدارتون.